سلام ها سلام من یک با یک ویدیوی دیگه امروز میخوام این میخوام بهتون یاد رو که یاد بدم که استوریای پیج دایری رو خوب نگاه کرده باشین این آرایش رو دیدین این آرایشی که من روز اولی که میخواستم برم ناسا کردم و خیلی هم طرفدار پیدا کرد و چون میدونستم که خیلی دنباله همچین آرایش خیلی طبیعی و خوشگل ولی همچین ترتمیز ها. دختر ترتمیز هستن همون روز که داشتم میرفتم این آرایش و فیلمش رو گرفتم در موقعی که داشتم خودم حاضر میشدم و حالا دیگه ادیتش کردم براتون گذاشتم الان هم اگر میبینید صدا با تصویر نمیخونه به خاطر اینکه این چیزی که الان داره, داره پخش میشه تصویر از استوریاه و منم که بعد دارم روش حرف میزنم ببین مثلا الان حرف نمیزنم این هنوز حرف میزنه جلل خاله کاری نداریم آقا این آرایش رو براتون گرفتم فقط بهتون اینو بگم که اون روزی که من داشتم این آرایش رو انجام میدادم حالا با اینکه استرس داشتم و نمیدونم هل بودم و از یه طرف مسمس میکردم و دور خودم میچرخیدم دقیقا سی دقیقه طول کشید خود آرایش حالا خب الان ادیتش کردم و اینا کوتاهتر شده ولی میخوام بهتون بگم آرایشیه که خیلی وقت شما رو نمیگیره در عادی تازه مثلا از نیم ساعت هم کمتر وقت بذارین انجام میشه خب ببین این چون روز اولی بود که من توی فلوریدا داشتم آرش میکردم از دو تا پرایمر استفاده کردم و اینا یه سری از کارا رو مثلا از روز بعدش دیگه نکردم مثلا این روز اول از پرایمر تاچا استفاده کردم بعدش روش پرایمر دیگه زدم از فرداش که همون فقط دومی رو که حالا بتونشون میدم و زدم به خاطر اینکه احساس کردم اونطوری بهتره چون فلوریدا خیلی هوا شرجی و گرم و اینا بود برای همین واسه هوای شرجی خود بیشتر باید حواستون باشه که زیادی آرایش رو خیس نذارین و خیلی چیزای چرب و چیلی و فلان این استفاده نکنین برای همین اول حالا این روز اول پرایمر تاچا رو زدم بعد روش این پرایمر بایتو زدم که ببین خیلی پرایمر خوبیه برای پوست چرب خیلی خوبه یعنی اینو تنهایی هم بزنین شما زیر آرایش اگه کل صورتتون چرب میشه به کل صورت بزنین اگر فقط روی بینی و اون بند و تو دورش چرب میشه هم اونجا ها بزنیم فقط قشنگ چربی کرم پودر رو کنترل میکنه بعدش کرم پودرم کرم پودر لورا مرسی است که دارم میزنم با بیوتی بلندرم هم بلندش میکنم فقط یه چیزی به تو میگم حالا قبل از اینکه این کرم پودر رو روی کل صورت بلند کنم شما الان رنگ اصلی صورت منو با مثلا گردن و دست و سینه و اینا مقایسه کنیم ببین من صورتم خودش چقدر صورتی تر و چقدر روشنتر رنگش از بقیه بدنم به خاطر همینه که من مجبورم کرم پودری که انتخاب میکنم کرم باشه که توش آندرتونش زرد باشه و یکم تیره تر باشه از رنگ صورتم که بعد آخر سر که دیگه همه چی بلند میشه و آرایشم هم تموم میشه این همه چی یه دست باشه صورتم و بدنم و اینا مثل همون اول ویدیو که در حقیقت آخر بود که مثلا آرایش دیگه کامل بود دیدین میدونی اگه بخوام رنگ خود صورتم کنم پودر انتخاب کنم هیچی که دیگه اصلا اختلاف رنگ صورت و بدنم دیگه خیلی زیاد میشه اینجا مالی خوره زیادی زرد به نظر میاد ولی وقتی که آرش میره جلو با پودر و رژگونه و کانسیلر و اینا درست میشه برای کانسیلرم کانسیلر تارت مدل شیپ تیپ رو بردم با خودم به خاطر اینکه این کانسیلر تقریبا خشکیه یعنی وقتی که خوش میشه دیگه قشنگ خوش میشه حالت کرمی و خیس و اینا نمیمونه میدونستم که این دیگه صبح تا شب قشنگ زیر چشم میمونه چین نمیفته یعنی چه میگن چین نمیافته؟ چین نمیافته؟ جمع نمیشه دیگه همون تو چینا چروکا جمع نمیشه مثلا کنه چرب شه فلان و اینا اینو زیر چشم که بلند کردم دیگه هر چی که روی بیوتی بلندرم باقی مونده بود و همونو زدم به پشت چشم دیگه به پشت چشم دوباره کانسیلر اضافه نکردم اینجوری هم شما یه بیس خوبی واسه سایه زدن بعدش دارین همین که دیگه خیلی کلف نیست پشت چشمتون تخل میشه بعدش هم که واسه فیکس کردن و یه ذره بیک کردن کانسیلر از پودر فیکس هودا بیوتی استفاده کردم این رنگی هم که من میزنم اسمش هست پاوند کیک ولی ببین این پودر رو فقط همین دور چشم و زیر چشم زدم به بقیه صورت نزدم به خاطر اینکه بعدش میخواستم یه روژگونه کرمی بزنم که البته اشتباه بود واسه اون آب و هوا ولی حالا دیگه آخر روز فهمیدم اینو این گونه کرمی برندش باتر لاندنه که همین چند روز قبل از اینکه برم اگه یادتون اومدم کردم که لاک فرستاده بودن و این بود چند تا چیز دیگه خیلی خوشگله خیلی رنگش باحاله کیفیتش هم خوبه ولی به درد پوست چرب واسه آب و هوای گرم و شرجی نمیخوره یعنی یه خود باعث شد که من کرم پودرم آخر سر چرب دقیقا همون روی گونه ها نه الانا یعنی منظورم اینه که مثلا بعد چند ساعت و اینا این به چرب شدن پوستم بیشتر کمک کرد خب حالا از این پلت اورگلاس استفاده میکنم این مدل آمبینت لایتینگ اسم رنگش هم هست گوست این یه دونه رنگ کانتور داره که با اون همشه کانتور خیلی زیرپوستی و خیلی طبیعی میکنم خیلی چیز نیست مشخص و مثلا زیاد و اینا نیست بعد رنگش هم اگه نگاه کنین رو صورت هم خیلی رنگ خوبی داره برای کانتور نه زیادی قهوه‌ای و نارنجیه نه زیادی توسیه قشنگ حالت سایه ایجاد میکنه فقط یه ذره یه ذره توش برق کمی داره یعنی ماتمات نیست برای همین واسه دماغم چون نمیخواستم اصلا هیچ برق دیگه اضافه بشه به دماغم چون میدونم که بعد چند ساعت بعد یکی دو ساعت دماغ من خودش برق میافته دیگه نمیخواستم اضافه ترشه از این برانزر تو فیس استفاده کردم مدل چاکلت سولل از همون راش هم, هم استفاده کردم فقط اینجوری وشکونش گرفتم که خورده صافتر بشه با همون دیگه دماغم رو کانتور کردم براش جدا استفاده نکردم بعد روش با اون براشی که باهاش پنکیک زده بودم دیگه چیزی پنکیک بهش اضافه نکردم و با همون چیزی که روش بود و اینا دوباره روی صورتم هم رو بینی هم روی اون جایی که کانتور کردم و اینا میزنم که باز از اون چیزی هم که هست محوتر و طبیعی تر بشه چون کل پوینت این آرایش اینه که خیلی محو و طبیعی باشه ولی در عین حال کامل باشه و شما در کارتونم کردین این هم که باز روژه است از توی همون پلت بعد موقعی که پلت این بری بود روش چند دقیقه پیش که نشونش دادم اگه دقت کردین بالاش هم سه تا پودر داشت که اینا روشن بودن یکی از اونها هایلایتره یکی دیگهش حالت بهش میگن دیفیوزر یعنی یه پودریه که یک هم برق داره ولی اصلا نب مثل هایلایتر من این دوتا رو با هم قاطی کردم که میبینی به پوستی حالت خیس میده نه اکلیلیه نه ماته این پلتی که دارم استفاده میکنم پلت هاوس لابراتوریزه که برند لیدی گاگا گا. این مشکی که توی این پلت هست خیلی مشکی خوبیه با یه دونه براش نازک کوچیک دارم سعی میکنم با همون رنگ مشکی خط چشم بکشم ولی چون میخوام بعدم محوش کنم دیگه از مداد و مثلا خط چشم مایه و اینا استفاده نکردم خیلی حالت طبیعی یه خط چشم همچین کوچولو موچولو ها میبینید دومش زیادی دراز نیست خودش هم زیادی کلوفت و اینا نیست با این یه خط چشم میکشم بعد اون وقت باید دونه براشی که مثلا تقریبا تمیزه حالا اگه یه ذرم از قبل بهش یه سایه قهوهی روشن چیزی مالیده بود اب نداره با اون روی همین خطی که اینجا کشیدم هی میکشم که این هم محو بشه همین که حالا اگه اون رنگ قهوه‌ای هم که به سایه از قبل مونده اومد یه ذره روش اینو از اون حالت مشکی بودن اونطوری در و ورد خوبم هست الان دارم فقط یک کم از اون رنگ قهوه کم که تو خود پلت هست اضافه میکنم هم به کریس چشم که اون قسمت چشم خیلی فلت و صاف و مثلا بدون زاویه نباشه چون همه این کارا رو دارم میکنه که زاویه بده به صورت و چشم و اینا دیگه و یه خوردم به همین گوشه ها باز اضافه میکنم که از اون حالت مشکیش کم کنه خیلی این سایه خوشگل و طبیعیه هم زاویه چشم شما رو خوشگل میکنه هم انگار خط چش کشیدی هم انگار نکشیدی هم انگار سایه زدی هم انگار نزدی خیلی باحاله بعد این یه دونه مداد مارک مارک قهوه قهوه‌ایه خیلی 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 نازک فقط روی خط موجمی مداد قهوه‌ای رو میکشم خیلی ملایم میکنه آرایش چشمو همون طوری که به چشم definition میده یعنی مثلا مشخص میکنه خط موجر و فلان و اینا ولی ملایم هم هست رنگ چشم روشنتر نشون میده اگه مثلا رنگ چشمتون قهوهیه بعد روش دوباره با همون براشی که اون اول استفاده کرده بودم یه خورده میکشم که این خطی باقی نمونه مثلا یه خط محو قهوهی بشه بعد آخر آخر چشمم و یه کوچولو اینو میارم بالا نه به اندازه دومه اون خط چشم اولی فقط یه ذره که این حالت مثلا نصف کاره نباشه روی پل و دوباره با همون براشه بلندش میکنم اونجوری خطی نمونه فقط با این مدادا باید حواستون جمع باشه که تون تون کار کنین چون خوش میشن خوشکم که, که بشن اصلا تکون نمیخورن بعد دوباره برای اینکه مطمئن بشم همه چی بلنده همه چی دست به دست هم داده هیچ رنگی از اون یکی رنگ جدا نیست و اینا با همون براشه که دومین بار ازش استفاده کردم رو همه چی میکشم جوری دیگه مثل آشیه که دیگه قشن هم خورده و آش نه مثلا یه چیزی که علک کنی مثلا دو سه دفعه علک کنی دیگه همه چی و بعد از همون مدادای مارک جکوبس مشکیشو استفاده میکنم واسه توی چشم اون قسمت بالا که ریشه موجه همون خیلی تیره تر و خیلی کلوفتر نشون بده این مدادای خوبیشون هم اینه اصلا نمیریزن ترانسفر نمیشه نمیماله به پلک پایین و گن نمیزن و اینا بعدم که میرم سراغ ابرو واسه ابرو از مداد بسان پتو استفاده میکنم من خیلی مداد رو دوست دارم حیف که مثلا سفورا و اینا نداره فکر میکنم تنها جایی که میتونیم بگیریم مثلا وبسایت خودشه ولی هم رنگش خیلی خوبه هم نازکیش خیلی خوبه هم سفتیش خوبه زیادی پودری نیست زیادی نرم نیست کلا مدادیه که من خوشم میاد ازش رنگش هم واسه ابروی تیره خوبه ولی ابرو رو بر قرمز کنه توسی کنه فلان کنه مشکی هم نیست که ابرو زیادی خشن نشون بده بعدش ریمل میزنم این ریمل فنتیه که کل اون مدت چون مثلا تو استوریه دیگه هم که میذاشم همین میپرسیدین ریمل چیه کل اون چند روز من ریمل همین ریمل فنتی بود که خیلی هم ریمل خوبی اتفاقا نمیریزه اصلا نمیماله مثلا به پشت چشم و اینا البته به تو این رو بگم ما. من کلا مشکل این که مثلا ریمل بماله به پشت پلکم و اینا رو ندارم با هیچ ریملی بعضی وقتا ریملا ممکنه بریزه مثلا خورد چه بریزه و اینا که اینم اصلا اون کار نکرد حجم خوبی میده خیلی خوبه ریمه من خوشم میاد ازش اینم اسپری فیکس اربن مدل آل نایتر که توی هوایی مثلا گرم و شرج و مرتوب حتما باید اسپری فیکس هم بزنین که آرشتون بمون اگه میخواین خیلی ساعت های زیادی باشه این روژه لب هم همین روژه لبای جدید باز مارک هاوس لابراتوریزه که برند لیدی گاگا که این رنگ کمرنگ خیلی خوشگلیه یه نود همچین درست حسابی خوشگل نود ماستی نیست یه کمی رنگ داره ولی خب کم رنگ و طبیعیه حالا اینجا دیگه چون من خورده دیرم شده بود اگه نگاه کنین یه ذره از خط زدم بیرون البته تو این فیلم خیلی معلوم نیست یه ذره زیادی این روژه رفت بالا بعد دوباره پاکش کردم دوباره زدم دیگه هول شده بودم دستم خط خورد بینی حرس من در اومده دختر حرس من در اومده با حوله پاک کردم بالاشو بعد روش دوباره یک کوچولو از همون کرم پودری که روی بیوتی بلندر بود و زدم یه زرم پنکیک روش زدم که این حالت قرمزیشو بگیره و اینکه اون کرم پودرای بالای لبم که پاک شده بود و دوباره روزه دادم زدم کرم پودر خالی بزنی فایده نداره تا وقتی فیکسش نکنین چون پاک میشه فوری نفس همیق، نفس همیق، از اول سعی میکنیم بعد آخر سرم فقط برای اینکه یه خود دورش درست باشه و ترتمیز باشه و اینا با یه دونه مدادی که تقریبا رنگ اینا حالا یه کوچولو پر رنگ تر دورش رو درست کردم اینا مداد لورا مرسی است فکر میکنم رنگ نوده دیگه بعدش موامو رفتم به دستی کشیدم و لباس پوشیدم و رفتم به سوی ناسا امیدوارم از این آرایش خوشتون اومده باشه استفاده کرده باشین و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم خدافز